ویدیو فارسی تقدیم می کند. سلام بینندگان عزیز. بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و همراه باشید با ما تا قسمت اول برنامه گفتگوی خانواده رو در حضورتون آغاز کنیم. ما قصد داریم که با سوالات شما جواب بدیم، مشکلاتی رو که در جریان زندگی خانوادگی براتون پیش میاد اینجا همراه ما باشید، ما سوالات شما رو جواب میدیم و ما رو در جمع خانواده خودتون بدونید. از حضور یکی از عزیزترین همکارانمون استفاده میکنیم، آقای دکتر محمد جواد ناطق‌پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، که این فرصت به ما رسید و این میشه گفت این شانس نصیب ما شد که ایشون برای یک دوره کوتاه به لندن بیان و مهمان برنامه ما باشن. آقای ناطق‌پور سلام علیکم، من سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی متشکر هستم من از جناب عالی، همکاران محترمتون و همینطور دوستانی که شبکه جهانی نور رو در واقع راه اندازی کردن و سعی میکنن اطلاعات لازم رو به همه مردم فارسی زبان و ایرانیان عزیز برسونن. تشکر میکنم، خوشحالم که چه این فرصت پیش آمد که حالا حضور من در انگلستان بنابه همکاری با یکی از دانشگاه ها و اینکه این فرصت فراهم شد تا در خدمت شما و دوستان باشیم و چیزی که در چنته داشته باشیم و بدونیم در اختیار دوستان عزیز ایرانی قرار بدیم و از این طریق هم بتونیم در واقع همیشه در حال و هوای ایران و ارتباط با ایران عزیز ما باشیم. خیلی متشکر از حضورتون. آقای دکتر اگه موافق باشید میخواییم از ابتدایی ترین جریان یا مسائل خانواده شروع بکنیم و اولین سوالی که میشه گفت به طور ابتدایی تو ذهن همه ما شاید پیش بیاد یا تو ذهن من خطور میکنه اینی که اصلا ما چه تعریفی رو برای یک خانواده داریم، یعنی تعریفی رو که روی نظام اجتماعی تبیین شده برای خانواده چی هست؟ یعنی شما تعریفتون برای این سوال چیه؟ عرض به خدمتتون، بحث خانواده خوب خود جنوالی بهتر میدونید که یکی از بحث‌های خیلی مهمه که معمولاً این ضرورت رو داره که بهش توجه زیادی بشه. دلیلش همین است که خانواده محل رشد و تحول بسیاری از حوادثی است که در جامعه رخ میده. حالا اما اینکه حوادث مثبت باشه یا منفی باشه، به دلیل اینکه انسان‌هایی که این حوادث رو به وجود میارن چه موفقیت‌ها و اختراعات و اکتشافاتی رو در جامعه ایجاد می‌کنن، چه خدای نخواسته جنبه‌های منفی رو به وجود میارن، از درون خانواده‌ها معمولاً رشد می‌کنن، پرورش پیدا می‌کنن و تربیت می‌شن. تعریف فراوانی واقعیتش راجع به خانواده گفته شده و من نمیخوام با این تعریف هم حوصله شما هم بینندگان عزیز رو سر ببرم، ولی یک جنبندی از مجموعه تعریفی که به خصوص جامعه شناسان در مورد خانواده دارند مطرح میکنم و اون این است که اساساً خانواده یک نهاد اجتماعی است، یک سلول در واقع بنیادین جامعه است که یک ساختار ویژه‌ای داره، یعنی از عناصری تشکیل میشه و یک سری کارکردهایی رو داره، یعنی وظایف رو به عهده داره و باید انجام بده. ساختار خانواده متشکل است از اولین و نخستین و مهمترین جزء خانواده، یعنی زوجین، و همینطور قوانین و مقرراتی که اینها رو به هم زوج میکنه، یعنی تعریف خانواده اون وقت شکل میگیره. شما میبینید خیلی وقتا ممکنه افرادی با هم باشن ولی هنوز بهشون خانواده گفته نمیشه، ولی وقتی دو نفر ازدواج میکنند در واقع قانونی حاکم میشه بر اینها که در هر کدوم از جوامع قانون به نوعی خاصی تعریف شده، ولی آنچه مسلمه همه قوانین همه جوامع قانون رو دارند، حالا عقد، نکاح، کانتراکت، قرارداد، هر چی هست اینها رو به هم در جامعه به عنوان یک زوج معرفی میکنه. این میشه شکلگیری اولیه خانواده. خیلی عذر میخوام من بیان صحبتتون رو، در جریان طور تاریخ هم باز همین بوده، یعنی بیس اصلیش و پایه اصلیش همین قراردادیه که بین زوجان. دقیقاً شما الان هم به هر کدوم از جوامع در جهان مراجعه کنید این کانتراکت اولیه، قرارداد اولیه
که این دو نفر رو به هم زوجین معرفی میکنه، یک زن و یک مرد رو، این همیشه وجود داره. حالا خیلی وقتا با مراسمی و تشریفاتی همراه است، برای مثال جشن عروسی است، سلبریشن میگیرن، هر کسی یه مراسمی داره، ولی این بسته به سنت ها و فرهنگ هاست. ولی آنچه مسلمه در همه جوامع از ابتدای تاریخ تا کنون، وقتی جامعه شکل گرفته، خانواده با تعریف مشخص و قواعد مشخص خانواده شده. پس میخواییم اینو به این دلیل عرض کنیم که خانواده یک شکل مصوب اجتماعی و فرهنگی است از نهادهای اجتماعی که کارکردهایی داره. یکی از کارکردهاش تداوم نسله، دیگر کارکردش در واقع آموزش قوانین و مقررات به نسلهای جدید هست. در واقع خانواده میاد ایفای نقش میکنه، هر خانواده‌ای نقشهایی رو به عهده میگیره و اتفاقا نقشهایی رو هم تعریف میکنه. مثلا زوجین یکی از کارهاشون مشارکت در تأمین معیشت خانه است، این نقشی است که به عهده دارن، نقش محول. یا نقششون در تعلیم و تربیت فرزنده، وقتی که بچه ندارن این نقش ایفا نمیکنن، ولی نقش تعریف شده است، میدونن اگه روزی بچه دار شدن باید هر دو در تربیت بچه نقش ایفا کنن. اینو بهش میگیم نقش مقدر، نقشی است که در تقدیر هست ولی بعداً تحقق پیدا میکنه. این میشه بحث خانواده. کارکردهای دیگری خانواده داره که من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی خیلی بهشون بعدا نیاز پیدا خواهیم کرد، به وقت خودش بحث میکنیم. مثلا خانواده محل آرامشه، از اینکه از تعابیر قرآنی در ازدواج هم سکینه و آرامشه. یعنی با ازدواج زوجین آرامش پیدا میکنند، پس خانواده محل امن و آرامشه. به عبارت دیگر خانواده محل امنیت روانیه. یعنی اگر کسی در خانواده زوجین دارن با هم زندگی میکنن ولی آرامش روانی ندارند، ساختار و ساخت اصلی خانواده شکل گرفته، چون قانونا میدونن اینا زن شوهرن. به شکل ظاهری بله خانواده است، ولی اون آفرین کار کرده اند وجود نداره. اتفاقا یکی از مشکلاتی که خانواده های ما بسیاریشون امروزه دارن این است که کارکردهای اصلی خانواده ها به تدریج از دست رفته، که حالا اونو ما میخواییم بحث کنیم، فراموش شده یا فراموش شده به قول جناب عالی، که اینا رو میخواییم بحث کنیم و روشی هایی رو که این کارکردها رو بتونیم برگردونیم، در واقع میخواییم بهش اشاره بکنیم. بسیار خوب، این بسیار فکر جالبیه. یکی از اتفاقاتی که در سیر جریان تاریخی میشه بهش اشاره کرد مدرنیسمه. این مدرنیسم چه تأثیری بر شکل خانواده، خصوصا خانواده ایرانی داشته؟ ببینید واژه مدرنیسم خب خیلی به کار میره، امروزه خیلی به کار میره، خب مدت هاست این واژه الان استفاده میشه در ایران. حالا من بحث میکنم باید دید واقعا مدرنیسم چیه. مدرن، مدرنیسم، مدرنیته، مدرنیزیشن، اینا چی هست؟ ببینید یک تحول اجتماعی فرهنگی در غرب رو که منجر تغییرات در ساختار جامعه و کارکردهای اونها شده، این رو ما بهش میگیم یک نوعی مدرنیسم. برای اینکه جامعه رو از اون وضعیت سابقی که داشت که حالا به سنتی تعبیر میکنند به یک وضعیت جدید که حالا صنعتی بیشتر هست تبدیل کرد، این فرایند انتقال رو ما بهش میگیم مدرنیسم. یعنی چه اتفاقی افتاد که یه جامعه از شرایط سنتی خودش به شرایط جدیدش اتفاق افتاد؟ مثلا تکنولوژی جدید نقش مهمی ایفا کرد، صنعت اومد جای خیلی از به اصطلاح تکنولوژی قدیمو گرفت. برای مثال کشاورزی، اگر کشاورزی ساده و سنتی بود، کشاورزی صنعتی و تکنولوژیک جاشو گرفت، اصطلاحاً بهش میگن کشاورزی مدرن. حالا این مدرنیسم فقط در عرصه صنعت تأثیر نداشته، تأثیرات مدرنیسم در همه عرصه های زندگی اجتماعی بوده، در عرصه فرهنگی، در عرصه اجتماعی. برای مثال شما می‌بینید در عرصه فرهنگی مدل آموزش و پرورش قدیم رو، سنتی رو، تبدیل می‌کنه به مدل آموزش و پرورش جدید که خودش منشأ اختراعات، اکتشافات و تألیفات فراوانی میشه. پس بنابراین مدرنیسم در همه حوزه‌ها وارد شد. از جمله جاهایی که مدرنیسم وارد شد قسمت خانواده است. یعنی مدرنیسم به تبع تغییراتی که در حوزه اجتماعی داد، خانواده ها هم دوچار تغییر کرد. یعنی چی؟ من با یک مثال این رو طرح میکنم، بعد در خدمت هستم اگه بحث دیگری باشه. مثلا در جامعه ایران ما سابق بر این خانواده هایی که داشتیم خانواده های گسترده بودن، حالا با تعبیر جامعه شناسیش، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ
فرزندان، عروس، داماد، نوا، پسر، عروس پسر، و عروس نواها، معمولا چون بله. داماد خودش به اصطلاح فرم دیگه ای داشت. خب این خانواده گسترده ساختار خاصی داشت که امروز خانواده امروز این ساختار رو نداره. یعنی در بحث ساختار خانواده باید به اینم توجه کنیم که ساختار خانواده از ابتدا تا کنون دچار تحولاتی شده، از جمله با تاثیر مدرنیسم هم تحولاتی پیدا کرد. یعنی یک خانواده ای که شکل گسترده ای داشت، همه با هم زندگی میکردند، تبدیل شد به خانواده هسته ای. یعنی زن و شوهر فقط با هم زندگی میکنن و اگه صاحب فرزند بشن با هم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ سابقا انتقال میراث‌های فرهنگی، تعلیم و تربیت، رشد کودکان، پرورش کودکان، آموزش و پرورش کودکان، همین بر عهده همین خانواده بود، خانواده گسترده. یعنی به طور طبیعی فرزندان از طریق نسل قبل متوجه می‌شدن چجوری با زندگی کنند، متوجه می‌شدن قوانین اجتماعی چیه، یاد می‌گرفتن حقوقشون در برابر دیگران چیه و حقوق دیگران چیه، تعالیم مذهبی رو یاد می‌گرفتن. همه این از طریق خانواده منتقل می‌شد و حتی شغل، کار در واقع وراثتی بود. مثلا اگر پدر بزرگ کشاورز بود، بچه‌ها همه کشاورز می‌شدن. اگه پدر بزرگ فرض بفرمایید صنعتگر بود، بچه‌ها همه صنعتگر می‌شدن، هر کدوم یه گوشه خاصی رو به اصطلاح اجرا می‌کردن. خب این جریان، حالا من نمی‌خوام بحث رو به یه جهت دیگه بکشم، میدونم که هم بار مثبت خودش رو داشت، یعنی اون حمایتی که توی خانواده بود به شدت زیاد بود. هنوز هم ما با خانواده‌های گسترده هنوز هم روبرو هستیم، می‌بینیم و بار مثبتش هم می‌بینیم که چقدر اینا همدیگر رو حمایت می‌کنن. اما یه سری بارهای منفی هم توش هست، یعنی احساس می‌کنی که یک جور جلوی رشد نسل جدید گرفته میشه. من نمی‌دونم، حالا شاید خب این اتفاقاً تعابیری است که درست به کار بردید. بعد از مدرنیسم و تحولات مدرن به وجود اومد. دلیلش این است که اون خانواده گسترده‌ای که همه هویت فرد از اون خانواده گرفته می‌شد، تبدیل شد به خانواده هسته‌ای. دیگه والدین بچه‌ها رو آموزش نمی‌دادن، آموزش پرورش به طور مستقل باید به عهده می‌گرفت. تکفل بار اقتصادی رو دیگه خانواده گسترده یک جا به عهده نمی‌گیره، بلکه بایستی خود خانواده و کمبودش دولت فراهم بکنه. یا فرض بفرمایید که زن و شوهر صبح تا شب میرن کار، فرزندشون باید چیکار کنن؟ مهد کودک تشکیل میشه. درسته، میاد جلوی اینا رو میگه. ولی اینها قبلا به صورت خانواده گسترده انجام می شده، یعنی خود مادر بزرگ بچه ها رو هم نگه هم داشت. طبیعی است که خانواده گسترده تو فضای زندگی سنتی خوب جواب می داد و خانواده هسته‌ای تو فضای زندگی مدرن اومده می خواد جواب بده. اما این در شرایطی است که اصولا نهادهای اجتماعی دیگری مثل آموزش پرورش، مثلا رسانه ها، مثل فرض کنید مهد کودک ها، بسیاری از این نهادهای دیگر بتونن خانواده رو حمایت کنند. سابقا همه نهادها، وظیفه همه نهادها بر عهده خانواده بود. الان این نهادها تقسیم شده، رفته بر عهده دیگران قرار گرفته. به همین دلیل شما الان یک زن و شوهر جوان میخوان ازدواج بکنند، اولین حرفشون خونه چی کار کنیم؟ خب درآمدی هم ندارن، خونه ای هم ندارن، ازدواج نباید بکنن. دیگه اون حمایت هم به صورت قدیم دیگه وجود نداره. نیست. چون اصلا او دولت ها اومدن خودشون مدعی شدن که ما شما رو حمایت میکنیم. اصلا یکی از به اصطلاح داستانهای دولت رفاه ها همین بود در جهان دیگه. ما چون شما صبح تا شب هر دو میرین در کارخانه مثلا کار میکنین یا بیرون کار میکنین، بسیاری از کمبودها رو ما پر میکنیم. مثلا ما فرزند شما رو تربیت میکنیم، ما بهش تعالیم یاد میدیم. تا دیروز پدر بزرگ مادر بزرگ میگفتن که اگه بیرون میری حقوق مردم رعایت کن. الان دیگه اینا رو خود مدارس باید بگن، رسانه ها بگن. یعنی در تقسیم کار جدید بسیاری از کارکردها و وظایف خانواده عملا افتاده به دوش نهادهایی که در خارج از خانواده هستند. حالا اگر اون نهادها نتونن به وظایفشون خوب عمل بکنند، اون مشکلی که جناب عالی اشاره کردید پیش میاد. اونجاست که خانواده به تدریج کلاپس میکنه. چرا؟ برای اینکه روی تربیت بچهش خیلی کار نمیکنه، سپرده به مدرسه. رو آموزش قوانین برای بچهش کار نمیکنه، سپرده به مدرسه. مدرسه اگه نتونه این کار رو انجام بده، خانواده اینجا با بنبست روبرو میشه. پس بنابراین ضمن اینکه وجود خانواده های هسته‌ای تونستن در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و شگرفی بیافرینند، اما اگر حمایت های بیرونی از این خانواده نشه، با بحران روبرو خواهند شد. از اون سو هم البته فرمایش شما درسته، خانواده‌های گسترده سابق ممکنه حریم خصوصی افراد رو تا حد زیادی رعایت نکنند. البته اینا
در حق خانواده های گسترده قدیمی یا سنتی ما این در حقشون این جفا رو روا نداریم، که در خانواده های قدیمی هم حریم خصوصی وجود داشت. بچه ها که ازدواج میکردن، پسرها وقتی عروس می آوردن خونه، به هر کدوم این یه اتاق تعلق می گرفت. بله. پس میتونستن بیشتر با خانمشون صحبت کنن، خصوصی حرف بزنن، حریم خصوصی، صندوق خصوصی داشتن، اصلا مجموعه خصوصیشون بود. اما امروزه حریم خصوصی از همه جاست، یعنی اونا اتاق خصوصیشون بود ولی به قول خودمون حال پذیراییشون همه با هم بود. درسته. خب وقتی خانواده گسترده جدا میشه، بسیار از حمایتاشو میره کنار، حمایت اقتصادی، حمایت روانی، حمایت عاطفی، حمایت اجتماعیش میره، حتی حمایت فرهنگی. حالا خانواده هسته‌ای است و بسیاری از نیازهایی که حالا باید دولت‌ها یا نهادهای جدید، حتی سازمان غیر دولتی باید اینا رو بپوشونن. در مجموع میتوان گفت مدرنیسم خانواده ها رو از حالت گسترده به سنتی کشوند، اما پیش بینی هم کرد که وقتی خانواده هسته‌ای میشه چه نیازهایی داره. حالا باید دید که آیا این نیازها در حوزه اجتماعی واقعا تحقق پیدا میکنه که خانواده محل آرامش باشه یا نه، که این حالا بحثی است که بعدا میتونیم. بله. حالا بعد یه مسئله دیگه که اینجا پیش میاد اینه که این تغییرات که به وجود اومده، رابطش با خردگرایی و عقلانیت چیه و این تأثیری که با خصوصا میخوایم با خانواده ایرانی رو تحلیل کنی؟ نکته خوبی رو اشاره کردید. یکی از در واقع مظاهر مدرنیسم حاکمیت عقلانیت و منطق و خردگرایی بوده. حالا اهمی که ریشه اینا بحثای ریاضیات بوده، با رشد ریاضیات این اتفاق افتاده و صنعت مدیون تحول در ریاضیات بوده یا نه، ما با اون کار نداریم. ولی این نکته کاملا منطقی است که مدرنیسم خودش رو به عنوان به اصطلاح حداقل تبیین کننده و گسترش دهنده مثلا منطق و خردگرایی پیش آورد. نکته مهم این است که آیا این خردگرایی و منطقگرایی در خانواده ها رسوخ پیدا کرد یا نه. از جمله کارهایی که مدیون تحول و رشد مدرنیسم است، برنامه‌ریزی جدید و مدرن است. مدیریت های جدیدی که ما می‌بینیم، مدیریت مبتنی است بر رفتارهای عقلانی، یعنی محاسبه امکانات، شرایط، برقراری با اهداف، رابطه با اهداف، نگرش به آینده. آیا این اتفاق میفته یا نه؟ باید خدمت رو عرض کنم که یک چنین چیزی بیشتر از طریق آموزش، پرورش و تعلیم و تربیت به فرزندان مطلق میشه. خود اعضای خانواده هم از طریق آموزش هایی که میبینن تو جامعه معمولا به این میرسند. و نمیشه قطعا گفت که واقعا خانواده ها از این عقلانیت مدرن برخوردار هستند یا نه. چه بسا هنوز این عقلانیت های مدرن به درون خانواده ها را پیدا نکرده باشه. مثلا یکی از مسائل عقلانیت مدرن بحث دموکراسی است. آیا در همه خانواده ها دموکراسی وجود داره؟ همه خانواده واقعا حقوق همدیگر رو اونجور که شایسته باید رعایت میکنن یا نمیکنن؟ پرسش های زیادی در اینجا واقعا مطرح میشه. به همین دلیل من میخوام عرض کنم که خانواده های ما، حالا من بحث ایران رو عرض میکنم، در بسیاری از مناطق یا موارد از خانواده گسترده به هسته‌ای تبدیل شد. واقعا این اتفاق افتاد و الان خودمون شاهدش هستیم. ولی آیا اون ویژگی های خانواده هسته‌ای رو به تمامه تونست در بر بگیره؟ از جمله عقلانیت و خردگرایی‌شو یا نه؟ این سوالی است که واقعا باش راجبش خیلی فکر کرد، چون من شخصا معتقدم این اتفاق نیفتاد. و یکی از چالش‌ها و درگیری‌هایی که ما عموما در خانواده‌هامون داریم همینه. خانواده مدرن شده، هسته‌ای شده، ولی بسیار از پارامترهای حداقل ابزاری و روشی مدرن هم نتونسته به کار بگیره. یعنی در حقیقت میشه گفت که در یک سیر، یک جریان جهانی قرار گرفته ولی آماده این تحول نبوده. میشه اینجوری بهش نگاه کرد. مثل خیلی از جریانات دیگه، میبینید مثلا برفرض یک تکنولوژی وارد میشه. درسته. ولی اون فهم و فرهنگ اون تکنولوژی وارد نشده. برای همین جا افتادن اون خیلی سخته. یعنی خیلی راحت با اون با جریان، یعنی ما مثلا یه چیزی رو قبول می‌کنیم، یک تکنولوژی رو قبول می‌کنیم، فرهنگ اون رو از قبل قبول نکردیم. حالا من فکر می‌کنم، یعنی با توجه به صحبتی که شما فرمودین، فکر می‌کنم که یعنی ما این تغییر شکل خانواده رو پذیرفتیم بر اساس یک جریان جهانی ولی آمادگیشو نداشتیم. درسته. به عبارت دیگه میدونید ما بایستی در مسیر این گذاری که حالا داریم بایستی به این آمادگی ها برسیم. البته من خدمت عرض کنم هرچی این گذار طولانی تر بشه ما بیشتر صدمه میبینیم. دوره گذار مثل شک میمونه،
گذرگاهی خوبیه، شک گذرگاهی خوبیه، ولی ایستگاه خوبی نیست. آدم بد نیست به بعضی چیزا شک کنه، برای اینکه بتونه مطالعه کنه، تحقیق کنه و تفحص کنه ببینه چیه. ولی اگه قبلش آدم صبح تا شب در شک بمونه، من بارها روبرو بودم، یه خود بخوام فضای جدی و رسمی بحثم عوض بکنم، با زوجینی که میخوان ازدواج کنن، مثلا یادمه دختر خانمی میگفت من الان خیلی به این آقا علاقه دارم، همه چیز خوبه، هیچ چیز، ولی نمیدونم، شک دارم، نمیدونم میتونم یا نه، چی میشه آینده؟ گفتم چه مدت این شک رو داری؟ میگه یه ساله. بهش گفتم دختر خوب، آقا آدم یه سال شک نمیکنه. یعنی ببینید شک ممکنه گذرگاهی خوبی باشه، هر کسی که اومد خواستگاری کنه که ایشون نمیتونه جواب مثبت بده، پس باید شک کنه این آدم خوبه یا بده، اشکال نداره، اما این شک موجب میشه ایشون بره به سمت یک مطالعه، تحقیق، بررسی، آشنایی و به یقین برسه. عبارت دیگه، شک مقدمه یقینه. حالا در مورد مدرنیسم و خانواده ایرانی اینجوریه، وقتی مدرنیسم وارد جامعه مثل ایران شده، بسیاری شک دارند و داشته اند که آیا اساسا خوب است مدرنیسم را پذیرفت یا نه. باید تکلیف روشن بشه، آره یا نه باید زود معلوم شه. هرچه دوره گذار طولانی تر بشه این مشکل هست. من هر کدوم از دوستان و همکاران و در بسیاری از سمینارها شرکت میکنیم، میبینیم یا حتی مدیرانی صحبت میکنن، میگن جامعه ما جامعه در حال گذاره. آخه این دوره در حال گذار دوره داره، مثلا دوره مشروطه ما هنوز در حال گذاریم، در قریب 100 سال ما در حال گذاریم، خب 100 ماهشو باید بدیم. در حال گذار یعنی استبیلیتی یا ثبات وجود نداره، برنامه ریزی نمیشه کرد، آینده نگری نمیشه، چون هر چیز در حال تحول تغییر دیگه. خانواده هم این شکلیه، خانواده هستی واقعا اگر در حال هنوز گذاره، پس تبعاتش هم باید ببینه و میداره میبینه، اما اگه بخواد به ثبات برسه باید اینطوری فکر کنه، بگه خانواده هستی یه کارکردهایی داره، ضمناً بخشی از کارکردها و وظایف هم داده به بیرون، آموزش پرورش تو خانه انجام نمیشه، بچه‌ها بیرون میرن درس میخونن، اشتغال تو خونه دیگه یاد نمیگیرن بچه‌ها، نسلی یاد نمیگیرن، اگه پدر شغلش صنعتگره بچه‌اش ممکن بره بشه مهندس، بله. پس اینا به بیرون واگذار شده. یعنی این بحث وجود دارد که در خانواده هسته‌ای بسیاری از وظایف خانواده گسترده دیگه از رو دوش خانواده برداشته شده. خب پس این ثابت شد. حالا خانواده هسته‌ای باید حداقل چی باشه؟ حداقل محل آرامش و امنیت باید باشه. خانواده هسته‌ای هم وظایف زیادی هنوز داره. آموزش کودکان، ایفای نقشه خودش، عرشبت که مقابله با تعارض و تضادهای نقشه‌ای که به وجود میاد. فرض بفرمایید که در همین یه لحظه شما حساب کنید که یه دانش آموز در خانه عضو خانواده است دیگه، چندین نقشو داره، فرزند برای پدر مادرشه، برادر یا خواهر برای برادر خواهر خودشه، دانش آموزم برای مدرسه است. در یه لحظه این سه تا نقش با هم منطبق میشه، مامان بهش میگه یا بابا بهش میگه که پاشو برو این کارو انجام بده، مثلا یه چیز بخر بیار. در همین این بچه کوچیکی خونه داره گریه میکنه، باید به اونم سر بزنه، بغل کنه، نوازش کنه یا باش بازی کنه، بچه کوچیکی میخواد این باش بازی کنه، پس این دومین نقش، ضمن تکالیف مدرسه‌ش هم مونده سومین نقش. حالا در حد داخل خونه من میگم سه تا نقش رو به یه بچه کوچیک باید با هم انجام بده. در اینجا با چیکار بکنه؟ ما به این میگیم تعارض نقش، نقشا با هم میافتن رو هم میشه تضاد نقش. کدومو باید انجام بده؟ یکی از کارهای خانواده تو همینه، باید به بچه یاد بده در موقع تعارض نقش باید چیکار کنه، کدوم نقش مهمتره. ولی لازمه چون که خود خانواده تو این زمینه هم آموزش ببینن و تعلیم ببینن. در مجموع خانواده هسته‌ای ضمن اینکه موفقیت‌ها و در واقع رشد‌های فراوانی رو برای جامعه به همراه دارد، اگر خوب هدایت و کنترل نشود بحران‌های فراوانی به وجود خواهد آورد که ما امروز واقعا باش در جامعه خودمون اصلا روبرو هستیم. این در حقیقت جوابیه به سوال بعدی که من می‌خواستم بپرسم، که همین تحولات و تغییرات حرکت از سنت به مدرنیته در حوزه امنیت خانواده‌ها چه تأثیری گذاشته؟ ما در باب امنیت خانواده‌ها عمده‌ترین بحثی که داریم امنیت روانی است و امنیت اجتماعی. امنیت روانی یعنی چی؟ ببینید اگر در خانواده اعضای خانواده احساس نکنن که در کنار هم شاد، راحت و به اصطلاح در امن هستند، این خانواده خانواده است که فقط شکل ظاهری داره. نقش های انتصابی خانواده، همسرگزینی انتصابی به همسرگزینی انتخابی تبدیل شده دیگه،
در دوره سنت اگر همسرها دختر رو برای پسری انتخاب میکردن، یعنی ازدواج از طریق بزرگترها طراحی و برنامه‌ریزی میشد، الان از طریق خودشون انجام شده. خب اگر حالا که از طریق خودشون داره انجام میشه، پس باید این انتظار رو داشت که خودشون قبلا باید فکر خیلی مسائلی کرده باشن، با هم گفتگو کرده باشن، اصلا برای چی دارن ازدواج میکنند. من در موارد زیادی که به مراجعه میشده و برخورد کردم، دیدم که اولین سوال مهمی که میکنن میگن برای چی ازدواج میکنید؟ پاسخهای مختلفی میدن. بعضی میگن ما میخواییم به کمال برسیم، دیگه خیلی ایدئالیستی گفتنشه. بعضی میگن خب ما میتونیم اینطوری کنار هم خوشبخت باشیم. بعضی میگن خب بالاخره با دادم ازدواج بکنه دیگه. این پاسخ ها، حالا پاسخ های مشابه این پاسخ، این پاسخ ها بیانگر هدف من بودن ازدواج نیست. اگر تو خانواده سنت یا گسترده شما برید، اونجا میگن آقا جون جوان به این سن رسید باید ازدواج کنه. او از قبل یک سری برنامه‌ای رو طراحی کرده، نقشه‌ای داره و خوبم داره پیش میره. حالا که شما اومدید تو دنیای مدرن، این چه جور پاسخی دارید میدید؟ باید روشن باشد که آقا فرض بفرمایید که ازدواج صورت میگیرد، فرض کنید برای ایفای یک سری نقشه در جامعه، برای تحولات اجتماعی و مهمتر از همه آرامش شخصی. خب اگر قرار از زوجین در کنار هم آرامش پیدا کنن، از استعداد هم بهره مند بشن، از پاره فرهنگایی که در واقع به هم اینجا برخورد میکنند بتونن از اینا بهره مند بشن، بتونن یه مجموعه جدیدی به وجود بیارن که در دل این مجموعه فرزندانی هم به امید خدا تربیت بشن، پس این نگاه خیلی خوبیه، آینده نگری خوبیه. اما این نگاه هم خودش برنامه میخواد برای خودش، یعنی اینطور نیست که همینطوری از هم به هم علاقمند بشن و برن جلو. در اینجاست که یکی از نکات خیلی مهم که همون امنیت روانی هست شما اشاره کردید. به طور طبیعی انسان وقتی که به سن خاصی میرسه احساس میکنه دیگه تنهاست، حتی در درون خانواده خودش. چرا؟ برای اینکه بسیاری از نیازهاشو، حتی نیاز روحیشو در یه بخشی نمیتونه خانواده تامین کنه. خیلی از پدرها و مادرها که با ازدواج بچه‌هاشون مخالفت میکنن، میگن آقا این چه نیازی داره؟ بگه ما همه رو انجام میدیم. نیاز مالیش که ماشاءالله فراهمه. نیاز مهمونی میخواد بره، مسافرت، هر کاری میخواد ما انجام میدیم. محبت کافی میبینه. محبت، نیاز روحی هم محبت هم میبینه. این پدر مادرها با توجه کنن که محبت‌های اینا یک کاتگوری و تبعنده جدایی داره. این محبت رو از یک نفر دیگه ای میخواد. انا خداوند در اون نهادینه کرده. کسی هم نمیتونه جاشو پر کنه. به این لحظه که میرسه میخواد ازدواج کنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد امنیت و آرامش روحی خودش رو از یه طریق دیگری تداوم بده. و به همین دلیل وقتی که ازدواج ها به تاخیر میفته، استرس ها افزایش پیدا میکنه. افراد دچار یه سری ناآرامی های درونی میشن. قوقای درونی فرا میگیره. بسیار اینا فکر میکنن که چرا نباید ازدواج کنن، چرا دیر باید ازدواج کنن، حتی چرا سختگیری میکنن. تو بحث خیلی اینا مشخص شده. اینجاست که ما میبینیم اتفاقا این ازدواج وصلت این دو نفر، یعنی آرامش روحی روانی. و جالب است که آرامش روحی مبنای افزایش ایمانه. در قرآن این اشاره صریح شده که خداوند هو الذی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانن مع ایمانه هم. یعنی اساساً لازمه ایمان آرامشه، سکینه و آرامشه. ازدواج یکی از کارکرده و فانکشن هاش ایجاد آرامشه. و واقعاً من میبینم با مناسبت فرمودن رسول خدا صلی الله که هر کسی ازدواج کنه نیمی از دینش هم حفظ کرده. آقای دکتر بحث به جایی رسید که من فکر میکنم که اگه بخوایم ادامه بدیم که وقت برنامه‌مون این اجازه رو به ما نمیده، ولی به جایی رسیدیم که بینندگان عزیز میتونن سوالاشون رو بهتر برای ما مطرح بکنن، سوالات جدیدی براشون حتما تو ذهنشون خطور میکنه. خیلی ممنون از اینکه مهمان برنامه ما بودین و پیش در کنار ما حضور داشتین. بینندگان عزیز با تشکر از اینکه همراه ما بودین، ما رو در خانواده خودتون راه دادین، از حضورتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.